چون من یادم مراسم که تو رفتی بالا و گروه کیمیایی با تمام بازیگراش هم تو سالن بودن، گروه خط قرمز، من یادم تو سینما شهر فرنگ، یعنی در واقع تو سینما آزادی همه بودن در واقع که درسته. من نشسته بودن که همه منتظر بودن که جایزه‌های سینمای حرفه‌ای داده بشه. من یک بار از آقای نجفی هم پرسیدم، آقای نجفی هم توضیح کامل نداد، الان توضیح کاملی هم از جانب تو هم نمیاد، یعنی در واقع هیچ کس پشت اون پرده که چه اتفاقی افتاده ظاهرا گفته نشده هنوز. دقیقاً تو مقطعی بود که مدیریت آقای کعبه رفته کنار، مدیریت اومده که به هر حال جزء تیم میراث موسوی بودن. به نظر میرسه که یک اون نگاه های تند و تیزی که حالا پشت پرده مثل تیم مخمل باف داشتن موثر بوده که اینا ملاحظه کاری کنن و به اون فیلمی که اسپوردی به هیچ وجه جایزه نده. یعنی اون زمان مخمل باف که از مخالفان بیزایی بوده دیگه، در واقع در اون شرایط دقیقاً، یعنی ایشون از مخالف خیلی چیزا بود. حتی مخالف ماهای هم به نوعی بود. و اون به ایشون ارتباطات نزدیکی با خانم رهنورد و میرسه موسوی داشت که خیلی از خط و خطوط رو ایشون میداد، ولی خب آشکار نبود. توی مصاحبه آقای بهشتی که رفته تو دفتر آقای رفتن تو دفتر آقای موسوی صحبت کردن و در واقع آقای مخمل باف و آقای زمن بودن، که آقای موسوی هم بوده و آقای زمن بودن و آقای بهشتی هم بودن، آقای مخمل باف خیلی توپیده به بهشتی و اینا بابت قضیه این که شما دارین حمایت میکنین و آقای موسوی میانه رو گرفته که در واقع سعی کنن که اختلافات برطرف کنن. ارتباط اینا با میرسین موسوی یه مقدار در اون تاریخی نباید باشه که. چرا؟ ببینید محسن با اونا، یعنی با اثری خانم رهنورد و مهندس موسوی، اینا با هم گهدای زیادی داشتن و با هم مرتبط بودن. خب از اون طرف تیم انوار و بهشتی اینا با موسوی مرتبط بودن. بله خب اون موقع موسوی چهره چهره بله همین میانه رو گرفت، چون آقای موسوی با هر دو ارتباط داشت. یعنی نمیگی میانه رو گرفته، بریم میانه رو گرفت برای که با هر دو تا طیف به هر حال ارتباط تنگاتنگی داشتن.